این کار اگه زمانش بیشتر باشه خیلی جذاب‌تره. منتها طبق روال ما این بچه‌ها رو مکلف می‌کنیم در تایم کوتاه‌تر. می‌گیم یه نوعی سوخت نگاریه دیگه. بله، با برق دیگه. مثلا اون سوخت نگاری که داشتیم. به جای فندک به با برق. به جای پیکنیکی با برق. به جای پیکنیکی با برق. کاملاً با بافت چوب حرکت می‌کنه. آره، یه مایه ای هم از پنبه میزنه که اونجا بیشتر شعله میگیره. یه لحظه داشتم تو تلویزیون نگاه میکردم، گفتم که چرا بوی سوختنش پس میاد، فکر میکردم دارم واقعا یه فیلم میبینم. آره، یه بویی را افتاد. مصرف برق میره بالا اونجوری خیلی، این نقش زیاد بشن تو این زمینه. آره دیگه، مثلا قطعا برخلاف من و تو همین یونس بابای باحال داشتهش اجازه ده از برق زیاد استفاده کنه، در یخچال باز بذاره، ولی بوی باحال بوی جنگل نمیاد، مثلا چوب میسوزه هیزم و اینا ها. بوی شومینه های شمال. آقای چای زغالی میزنیم الان. آره، بوی عود مولیان، چوی مولیانه. بابا دیوونه شدیم، حسرت به دل شمال شدیم. به خدا قدر شمال رو نمیدونستیم. کرونا اومد چه چیزایی رو بهمون یادآوری کرد. یونس میتونن داور یک دو نفر بیان ببینن؟ خواهش میکنم. بله بفرمایید. یه دونه از این چستات به دکترم بزنیم. عوضشو پرد نکن. آره الان کامل رسانا دکتر رفته اونجا تماشا کنه، داره به خودش میپردازه. چی شده؟ بلند بگی، نمیشنوی. خودمونیم، بگی. نه میگم تمرکزش به هم میرسه بچه. بابا نه، آریا میگه این برقه رو بزنه میتونیم صد بشه رو تندیس روز معلم نگردیم. آره یه دونه تاکسی درمی میشیم هم. اون بویی که اونجا میاد به نسبت اینجا هیچی نیست. آره اونجا زیاده و اینجا غلیظ‌تره. قشنگ ریحات جلا میاد. یونس بگو چیکار میکنی الان؟ الان میخوام بشورمش. آ کامل میشوریش با فرچه؟ گفتم بعد بشور. بله. بچه باحال. قبل از کرونا نمیشستن ها، الان بعد از کرونا اومده میشورن.